همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. علیرضا، از این مانور بیشتر به ما بگو. فریبا، مانور نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی با نام سپر آزادی اولچی از دیروز دوشنبه 4 مارس برابر با 14 اسفند ما با هدف مقابله بهتر و تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی آغاز شد. این مانور نظامی مشترک در حالی برگزار میشه که کره شمالی به توسعه قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی خودش ادامه داده. از اوایل سال 2022 میلادی بیش از 100 دور آزمایش موشکی رو برای مدرن کردن زرادخانه‌های خودش انجام داده. به علاوه اینکه این رزمایش مشترک اولین بار است بعد از لغو پیمان نظامی میان دو کره که در سال 2018 میلادی امضا شد و نوامبر سال گذشته توسط کره شمالی لغو شد، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا در این 11 روز از 14 اسفند تا 24 اسفند ماه 48 مانور میدانی رو در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، فضایی و سایبری با تعداد دو برابر سرباز بیشتر نسبت به مانور سال گذشته انجام خواهند داد. نیروی هوایی کره جنوبی هم اعلام کرد که از دیروز دوشنبه به مدت 5 روز مانور هوایی با نام تمرینات سالانه سانگمای در 60 کیلومتری جنوب سئول رو با حضور حدود 20 جت جنگنده F-15 کی کره جنوبی و F-16 ایالات متحده آمریکا با هدف آموزش مانورهای ضد هوایی برگزار خواهد کرد. 12 پرسنل کشورهای عضو فرماندهی سازمان ملل از جمله استرالیا، بریتانیا، فیلیپین و تایلند هم به این رزمایش ملحق خواهند شد. سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هفته گذشته گفته بود با توجه به اینکه کره شمالی در سال جاری میلادی 5 بار موشک کروز شلیک کرده، رهگیری و ردیابی موشک‌های کروز کره شمالی هم در برنامه مانور امسال آموزش اون البته گنجانده شده. آقای شین وون سیک وزیر دفاع کره جنوبی هم دیروز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی ممکن است با توجه به این مانور نظامی که داره انجام میشه توسط آمریکا و کره جنوبی دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزنه. به همین خاطر وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی هفته گذشته در یک تماس تلفنی بر ائتلاف محکم میان دو کشور تاکید کردن. در واکنش به این مانور نظامی امروز سه‌شنبه کره شمالی این مانور نظامی مشترک را محکوم و نسبت به عواقب اون هشدار داد و اعلام کرد که ارتش کره جنوبی کره شمالی اقدامات ماجراجویانه دشمنان را زیر نظر خواهد گرفت و فعالیت‌های نظامی مسئولانه را برای تحت کنترل درآوردن اوضاع بی‌ثبات به عمل خواهد آورد. ممنونم از توضیحات علیرضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما.